سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواسته برای آزادی زندانیان سیاسی اقدام کند. حسن روحانی پیش از این بر ضرورت صدور منشور حقوق مدنی برای برابری همه شهروندان ایرانی بدون تبعیض و فارغ از نژاد، دین و جنسیت تاکید کرده بود. مسئولان عفو بین‌الملل ابراز امیدواری کردند که اگر آقای روحانی به وعده‌هایش عمل کند، حقوق بشر در ایران احیا می شود. چند سالی است که نهادهای بین المللی جمهوری اسلامی را به نقص گسترده حقوق بشر متهم می کنند. هرچند که مسئولان جمهوری اسلامی این اتهام را همواره بی پایه دانستند. صدای اعتراض به زندان و بازداشت ها در اولین نشست خبری روز دوشنبه روحانی هم شنیده شد. آقای دکتر روحانی خدا حافظ. حسن روحانی سیاستمدار میانه‌روی است که با حمایت چهره‌هایی چون محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات 24 خرداد پیروز شد. او پیش از انتخابات وعده باز شدن فضای سیاسی و آزادی زندانیان را داده بود. به رسانه‌ها آزادی بدید، به مطبوعات آزادی بدید. اگر آزادی دادیم اون وقت ما میتونیم جلو فساد بگیریم. روز دوشنبه هم در نشست خبری با خبرنگاران بار دیگر درباره وعده آزادی زندانیان سیاسی و حتی رفع بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی اظهار نظر کرد. خیلی از امور ما نباید عجله بکنیم، به زمان خودش باید واگذار بکنیم. هرچند برخی خوشبین هستند که او به وعده آزادی زندانیان سیاسی عمل کند، اما برخی هم معتقدند کمی برای این اقدام زود است و باید واقع بین بود. بیان مطالبات و خواسته ها و طرح اونا ایرادی نداره و اینکه ما ترغیب کنیم دولت مردا رو که تحقق بدن اون مطالبات رو، اما اینکه توقع داشته باشیم که در یک فرصت کوتاه دولت مردان این مطالبات رو تحقق ببخشن فکر میکنم صحیح نباشه، چرا که دولت و شخص رئیس جمهور باید با دو قوه مقننه و قضاییه هم ارتباط داشته باشه و تعامل داشته باشه. همونطور که میدونیم قوه قضاییه منصوب رهبری هست و قوه مقننه هم با توجه به اتفاقات سالهای اخیر و نوع انتخاباتی که وجود داشته نمایندگی نمی کنن اعضای اون همه مردم ایران رو. من فکر میکنم بهترین راه برای رسیدن به اون مطالبات مرحله به مرحله پیش رفتن و سیاست گام به گام هست. بعد از اعلام پیروزی روحانی شنبه شب خیلی از مردم در شهرهای مختلف ایران به خیابان آمدند و شعارهایی در حمایت از زندانیان سیاسی و آقایان موسوی و کروبی دادند. زندانی سیاسی آرش سیگارچی، صدای آمریکا.